نمیدونستم عزیز شب عروسی من فوت کرده، نذاشتم به گوشم برسه. خیلی تسلیت برای عادلم. همینطور عادل مثل برادری بود که هیچ وقت نداشتم. بازم تسلیت میگم. مالک تویی؟ آبرونم واسهتون گذاشتم. خیلی خوبه. تمام. یه بغل ما نمیدی. چرا نمیدم سیدی؟ مبارکه. روز اول یادته گفتم اینجا شاید درسته واسه این قرار نیست. گفتم یا نگفتم بهت؟ تلاشو میکنیم شما برید. اون که از همه مهمتره توی شاخش امشب. چرا وایساده؟ بریم دیگه.
سلام علیکم. بفرمایید نظری. زحمت کشیدین. قبول بشه. خیلی ممنون. بابام گفت دوباره مغازه رو راه انداختین به سلامتی. بعد زندگی کرد دیگه. برای زندگی هم باید کار کرد. معلوم. من ظرف درست حسابی ندارم، وگه نه اینو خالی میکردم میشستم ظرفتون رو تقدیم میکردم. اشکال نداره، بعدم میام خودم میگیرم ازتون. با اجازه. خیلی پیش. آقا مالک، خواستم یه چیزی بهتون بگم. حلالم کنید. بابت من در مورد شما خیلی اشتباه قضاوت کردم، ولی شما باعث شدین بفهمم همیشه ظاهر ماجرا واقعیت نیست. ایرانی میگفتین من اشتباه میکردم، فکر میکردم دوره قلدری بزن بهادریه. اصلا اینجوری نبود. شما خیلی آدم خوبی هستی دختر آشفته. مرضیه. مرضیه خانم. به حاجی سلام برس. چشم. مطمئن باشین جاشون تو بهشته. سلام. خدا رحمتشون کنه. سلام عرضی خانم. خدا همه رفتگانتون رو بیامرزه. شک ندارم جاشون تو بهشته، همونقدر که مطمئنم خودم تو جهنمم. پس هنوزم فکر میکنین تو فوتشون مقصرین؟ نیستم. اون که شما رو از خانوادتون دور کرد مقصره، نه شما. این دو ساله آرزو به دل موندم که یه شب، فقط یه شب بیام بخوابم. یعنی شما میده قهرم با هم. شاید هم یعنی تو بیداری کنارتونن یه جایی همین دور و برا، تو مغازه‌ای که تو دم بستنش رفتین و منصرف شدین، تو علاقه‌ای که محله به شما پیدا کرده، تو خیلی چیزا. آقا مالک شما سربلند بودین، سربلند تر شدین. خیر باشه. وسط هفته این وقت روز زیارت اهل قبور. مادام سر خاک مادرم. 40 عباس آقا هم هست. آره دیدمش. خدا بیامرزدش پیرمرد. خیلی بزرگ بود. خوبه که ازش کینه به دل نگرفتی. کینه چی؟ گذشته است دیگه. رفتم شد. شما نمیایین بریم؟ من از همینجا فاتحشون رو میفرستم. پس فراموش نکرد. من فراموش کردم، ممکنه دیگرون فراموش نکرده باشن. فرزانه یه جوری عاشق شوهرشه که انگار از ابد و ده با هم بودن. خب خدا رو شکر، یعنی خوشحاله. خب پس منتظر چی؟ شما فراموش کردین، اونا هم فراموش کردن. میدونی مرضیه خانم، تجربه من در مورد زنها توی زندگیم فقط برمیگرده به دو نفر. یکی عزیزم خدا بیامرز، یکی هم فرزانه خانم. یه حرف عزیزم همیشه آوازه گوشمه، میگفت یه زن ممکنه احساساتش مثل یه کوه آتش فشان باشه اما هیچی بروز نده.
اینی گویم. درست میگفته عزیز، ولی نه در مورد فرزانه. به نظرم شما برای هم ساخته نشده بودی. فرزانه عاشق مردیه که اون سریع به آرزوهاش برسونه، مثل الان. الان به آرزوهاش رسیده، شوهرش براش خونه خریده، براش جواهر خریده، بهش رانندگی یاد داده. خب این که خیلی خوبه، یعنی که شوهرش هم عاشقشه. دقیقا. خدا رو شکر. پس میایم بریم سر خاک. خیلی بده که همیشه قبرستون بهترین جا واسه آشتی کردنه، ولی همینم غنیمته. من خودم هم میخوام برم میشه فرزانه کدورت رو به این ببرم. روز خاک سپاری که معلم نداشت شاید چلو مارومتر شده بشه. میشه یادتونم باشه سر فوت عزیز فرزانه اومد سر خاک. به قول بابام هر سلامی علیکی هم داره. اما بازم بهتر من نیام. به خاطر خودش نمیگم، به خاطر شوهرش. قضیه مردونه هست دیگه، شاید خوشش نید من بدون. دیگه نمیدونم چی بگم، هر جور خودتون راحت. پس با اجازتون به حاجی سلام برسونی. زنده باشین. حقیقتش میخواستم ازتون خدافزی هم بکنم، حلالم کنیم. خدافزی چی؟ تابستون و دانشگاه تعطیله، ولی من میرم یه جوره درسایی که خوندم پس بدم. یعنی تابستونی امتحان داری؟ یه جورای امتحانه، ولی نه اونی که شما فکر میکنید. میرم روستای لبه مرز. اونجا بچه های هستن که نه مدرسه دارن نه معلم. بعد آجی میدونه دیگه. آره خودش مشفقمه. آخه نمیدونم، تنهایی لب مرز یه جوریه. نه با اون همه بچه قد و نیمقد تنها نیستم. البته یکی از دوستای بابا اونجا منتظرم. من یه خانواده هستن که میرم میشه اونا. نگران نباشین. خیر پیش. زنده باشین. خدا نگهدار. افسانه جان، افسانه خان، آروم باش عزیزم. به خدا خود بابات راضی نیست تو اینقدر قصه بخوری. قربونت برم. این چما و پیشش نبودم، پیش آقا جونم نبودم. چقدر بهت گفتم مرخصی بگی منو ببر پیش بابام ببینمش. نایمدی نایمدیم تا واسه خاک کردنش اومدیم. حاجی جان گریه نکن، خدا بابا راحت شد. من سهش کشید قضام کشید بابا راحت رفت تو خواب بدون درد. رحمتش کنه. اگه نگفتم دیگه نمیخوام ببینمت. ها؟ همه چی تموم شده فرزانه. هر چی بین من و تو هم بوده تموم شده. حالا برو. برو دیگه. زشتم. فرزانه. برو. زشت. خانم بفرمایید دیگه، وقتی میگه برو برو. شرایطو نمیبینین عزادارم. شما اجازه بدیم ما دو تا دوست قدیمی سنگامونو وا میکنیم. خانم اینجا جای سنگ وا کندن نیست که. میگم عزادارم بفرمایید. ای بابا وظیفه همسایگیمونو به جا آوردیم، نیتمون هم خیره. خانم نیتتون هرچی که هست فعلا دوست نداره شما اینجا باشید. بفرمایید. صداتو بیار پایین وقتی طرف صحبت دیگه خانومه. مگه شما وکیل وسیع این خانومید؟ ها
مالک بدت میومد، هی پیف پیف میکردی. حالا به همدیگه آفرین تو قبرستون دارید میچرخید، چی شده؟ چی داری میگی فرزانه؟ شرایط بده میفهمم، ولی دیگه درست هشت دلت میخواد بگی. نمیخوام باز پدر من فاتحه بخونی، باشو برو. فرزانه زشته. بفرمایید خانم خودشون. آقا مالک ببرینش. مرضیه خانم، بفرمایید. خسته نباشین. سلام. سلام آقا مالک گل گلاب، چطوری؟ سلام. شکرجی شرمنده، مشتری داشتم اینا زودتر میمونه کمک. کار زیادی نمونده، یه چند تا کارتون کتاب بچه ها دارن میچینن تو قفص ها. دستشون هم درد نکن. یادش بخیر، واسه هر کدوم از این کتاب ها چه خونه دلا که نخوردیم. قراره همه مسجد ها کتاب خونه داشته باشن از این برمان. بکرلام چیزی که هست باید مردم رو تشویق کنیم به کتاب خوندن. سلام علیکم. علیکم سلام. علیکم سلام. ببخشید من یه عذرخواهی به شما بده کارم. میدونم روزای خیلی بدی بود شهرونده. آقای شما یه عذرخواهی هم به شما بده کارم. خانم هم سر خاک با دختر خانمتون بعد حرف زده، در جریان هستی که دختر من چیزی که لازم باشه به من نگه نمیگه. به هر حال اگر اجازه بدین من حضوری ازشون عذرخواهی کنم. الان که نیستن، تو روستاهای مرزی معلمی میکنه. خدا خیرشون بده، زحمت میکشن. شنیدم که تو مسجد کارهای خیر انجام میدین، گفتم اگر قابل بدونین منم در خدمت. میدونم همه چی پول نیست، اگرم که کاری لازمه بکنم خوشحال میشم انجام بدم. اینم ناقابله، میدونم من مثل شماها خیلی تو انقلاب نقش پررنگی نداشتم، ولی دارم میخواد از این به بعد، چون شنیدم عضو میگیرین حالا تو بسیج، سپاه، کمیته، هر جا که شد خوشحال میشم. دست شما درد نکنه، الحمدلله الان احتیاجی نیست، هر وقت لازم شد خبرتون میکنم. یا ماشاءالله قنادی هم خوب پول در میاره. قاسم چطور گفتم؟ حاج آقا این پسنداز شیش ماهه خانومم، خودم خیلی اهل پسنداز و این حرفا نیستم، ایشون جمع کرده. یعنی قابل نمیدونی؟ اختیار دارین، عرض کردم فعلا لازم نیست. هر جور صلاحه. میگم از چهلوم عباس های دو ماهی میگذاره، نمیخوای ریشه رو بزنی؟ چطور بهم نمیاد؟ همه میگن بهت میاد. نه نظرم اصلا بهت نمیاد، شیش دقیقه بهت بیشتر میاد. باید من نظر خودم برام مهمتره، دل دیگه آدم میخواد ریش بذاره یه وقته. خب پرسیدی منم گفتم دیگه، دوست داری بزنم دوست داری نزنم که دوست داری. قاسم با اجازه. بچه بری بیرون، بری بیرون، بری بیرون. طبق اخبار واصله و شواهد و قرائن موجود
صبح امروز کشور انقلابی ایران اسلامی مورد حمله جنگنده های عراقی قرار گرفته و تاکنون چند مقر استراتژیک چون فرودگاه های مهرآباد، فرودگاه های اهواز، فرودگاه تبریز و فرودگاه همدان هدف قرار گرفتند. هنوز از آمار تلفات و مصدومین احتمالی اخبار رسمی گزارش نشده است. در این خصوص اطلاعیه ستاد مشترک ارتش ضمن تایید اخبار واصله در حال تنظیم بیانیه جدی. سلام آج آقا. سلام آج آقا. علیکی سلام. اینجا چی کار میکنی؟ من که گفتم نمیبرم اتون. آج آقا ببخشید. ببخشید. آج آقا دختر شما با ناموس ما هیچ فرقی نمیکنه. خیلی ممنون. شما برید مسجد. اونجا بیشتر بهتون احتیاج داره. حاجی بچه ها هستن دارم عذرگیری هم میکنم. حرف چی میزنیم بابا؟ تو را میشه حرف زد. بابا من دارم میرم منطقه جنگی، خطرناکه. حاج آقا یه چیزی میگی ها، ما هم که میدونیم خطرناکه، حلوا که پخش نمیکنن. ما سربازی رفتیم حاج آقا، منم که اول آخر میرم جبهه. پس چه بهتره که الان برم؟ ببخشید. اینجا بیشتر بهتون احتیاج هست. بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. حاجی خاک و ناموسمون داره اشغال میشه. ما اول میام به شما کمک میکنیم، دخترتون رو پیدا میکنیم، بعد میریم جای دیگه میجنگیم. حاجی الان پیر و جوون، دختر و پسر دستگاه جلوی صدام وایسادن. بعد شما میفهمید ما اینجا دست به سینه وایسیم تا صدام بیاد کرنج؟ حاجی بریم دیرا. نه دیگه حاجی اینجوری نیست. اینم برگه ماموریتتون. نه دیگه حاجی الان دیر شده، باید بریم من مسجد اصلیه بیام. بریم حاجی که خیلی دیر. یا علی دیگه حاجی. چی آخرین بار کی با دختر ترسیدی؟ 15-16 روز پیش بود. اومده بود از پاسگاه یه روستا بهم زنگ زد. امکانش هست توی مدت از اونجا رفته باشه؟ نه. اگه میخواست بره حتما یه جوری بهم خبر میداد. اون عاشق بچه های روستا شده بود. دیگه بابا خیلی راضیه اومدم روستا به بچه ها درس بود. آخه شنیدم اون روستا و روستای اطرافش بود. نه البته ایشالا که هیچی نشده باشه. لا 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 چی شد؟ نگران نباشه، هرچی باشه میکنید داری تو ماشین.
چیکار کنیم آجی؟ یعنیش کشته میشه که؟ کارتر چکنده با یه انبر دستی و چهار تا پیش گوشتی که کاری از دستم بر نمیاد. خب از من پیاده میرم. تمام دم شما گرم. ما رفیق نیمه را دیدی دیگه ها؟ نه بابا تو بعد کافی منو شرمنده کردی. شرمنده چرا جی؟ کاری واسط نکردم آخه. چرا؟ تو به خاطر من تبعید شدی، به خاطر من خونه عادت فاصله پیدا کردی، به خاطر من زج کشیدی، به خاطر من تنها شدی. خوش قلندر منم، ای تا رو نگفتم نمیخواستم کسی بدونه، الانش هم نمیخوام کسی بدونه. فقط حلالم کن. شرمندت هم مالی نتونستم اونطور که باید شاید اخمون عبادت مراقبت کنم. شما چرا شرمنده باشی حاجی؟ شرمنده اون نالوتی باید باشه که ما رو لودا. من کسی چیزی بهت گفت؟ تو تبعید که بودم حمید رو دیدم، اون یه چیزایی بهم گفت. من بهش گفتم پیگیری کنه. بچه هم هنوی تو تبعید چه بله سرش بود. جان من میشه بگی کی ما رو لودا داجی؟ قضاوتش سخته، اما خب گواه میکنم یکی تو محل. بگو به کی شک داری؟ مطمئن نیستم، نمیتونم. مطمئن که شدم بهت میگم. چی شد اوستا؟ موتور سوزونده. این نمیشه درستش کرد؟ با چی آخر؟ ای بابا شب تو سومو راننده کنی ماشین رو آخ نگو، نشست پشتش فاتح ماشین رو خون. چی میگی خاصه؟ هیچی آجی، تو همینجوری داشتم با خودم هم میگم ماشین حیف شد دیگه. مرد به این گندگی با خودش حرف میزنه. ببین واسط آبیشن کندم، میریزی تو آبجوش واسه اعصابت خیلی خوبه. باش وای میستیم یه ماشین رد شه، بلکه بوکسرش کنیم. تو منطقه جنگی ماشین رو بوکسور کنیم؟ یه حرفایی میزنی سیدا. اینقدر خودتو اسیر عبیر این داروها نکن عزیزم. سلام. سلام. چطوری؟ خوبم. یه دکتر پیدا کردم، بیان از اون برای آب اومده. هر کی مشکل بچه دار شدن داشته رفته پیشش جواب گرفته. برای پس فردا ما وقت دار. از وقتی که عروسی کردیم هر شب یه شاخه از این گلا خریدی آوردی. بله اینم مولا امشب.
میدونی اگه پولشو جمع کرده بودیم الان میتونستیم یه ماشین یا یه دونه خونه کوچولو بخریم. باریکلا حواست به همه چی هستم. هدیه به چه مناسبتی گرفتی؟ به مناسبتی که زن زندگیمی. زنی که نتونه برای شوهرش بچه بیاره به چه دردی میخوره؟ هیچ وقت این حرفو نزن. تو با بچه بی بچه همه چی تموم. دیگه هم فکر بچه نکن. پس به چی فکر کن؟ به رفتن. این چی؟ رفتن از این مملکه. ما برای چی اینجا موندیم؟ به خاطر بابای خدا بیامرزت بود و خواهرت. افسانه و یوسف کردن تبریزن، دارن زندگیشون میکنن. بابات هم که خدا رحمتش کنه، این مملکت هم که میبینی همش جنگه. اینجا کاری داریم؟ نه کاری نداریم. خیلی قشنگه. قابلتونم. دست در نکن. بس اسباب اساسی رو جمع کن که بریم. یه حرفی میزنی نادرا. ما داریم از قنادی خوب پول در میاریم. الان آوازه شیرینی های تو تا 10 تا معلوم برتر هم رفته. وقتی آدم یه جای خوب پول در میاره پا نمیشه بره یه جای دیگه. چته؟ هیچی. تو پارسال هم یه بار حرف رفتن زده بودی. نکنه به خاطر اینکه هر روز با مالک در مغازه رو در رو میشی فکر میکنی که من هیچوقت همچی فکر نمیکنم. نادر تو همه زندگی منی. من اصلا یه جورایی از مالک ممنونم به خاطر اتفاقی که بین من افتاد. من الان اینجا هم پیش تو هم. مالک بر من یه آدم قلچماق بود که فکر میکردم اگه تو محل را برم یه وقت یکی به متلک بگه به پرایاتی که پارش کنه. به خدا همین اصلا یه عشق احمقانه بچگونه. مرد زندگی یعنی تو. مهربونی مثل مادر، محکمی مثل پدر، با غیرتی مثل برادر، عاشقی، دوستم داری مثل شوهر. من دیگه چی میخوام از زندگی؟ جون من از من راضی هستی؟ یعنی چیزی تو زندگی بوده حس کنی من کم گذاشتم؟ معلومه که راضیم. چه جورم؟ خوشحالم. بذار یه سال دیگه هم از قنادی خوب پول در بیاریم، بعد میریم یه جایی که به آرزوهامون نزدیک تر بشیم. باشه؟ فرزانه جان یه دقیقه بیا. تو چشام نگاه کن. دارم نگاه میکنم دیگه. میشه آدم تو چشه یکی نگاه کنه بعد همزمان دلش هم برای طرف تنگ شه؟ یا اونم میشه اگه دیوونه باشه. منم یکی از اون دیوونه. منم یه دیوونه دیگه. Thank you.
خیرشون بده، خودمون غذام بهمون بده. حاجی مردشون کجا بودن؟ مردشون مثلا دارن می جنگن دیگه، بچه هاشون هم داشتن می رفتن یه جای هم. حاجی از مرزی هم خبری داشتن؟ نه هیچ خبری نداشتن. بینو اصلا می شناختنش؟ آره بابا، اون بچه که پشت مارد بودن شاگرداش بوده. هیچ یه ایشکی خبر نداره، همه ارتباط قد. حاجی تا اونجا چقدر مونده؟ یه 3-4 ساعتی مونده. چی خسته شدی؟ نه همینجوری. پس نزدیکی بریم با امید خدا. بریم مالک جان.
you. دوست معلمتونم، برای کمکتون اومدم. میذاری اون از لحره بگیرم؟ قول میدم بهت برمیگردونم. باشم؟ حاجی فقط چند تا بچه هم میفرستمشون بالا. بیا اونجا، بیا اونجا، بیا بالا اونجا. علی آفره بوتره میگه باری چهر بغض و سر دوش باری چهر بی قربونت دارم. بیا ماشالله. ماشالله بی قربونت ببینم مرد باری چهر. داشتیم درس میخوندیم، یه حسده تق تق تیر و تفنگ اومد. خانم معلم گفت باید فرار کنیم. از اینجا اومدیم رفتم اونجا، یهو دیدیم که دارن مردمو با تیر و تفنگ میکشن. خانم معلم ما رو برد تو انبار، تفنگ رو داد به ایلیا. ایلیا کیه؟ من. بعد با ایلیا گفتش که مواظب بچه ها باش، تا منم نگفتم از اینجا بیرون نیاد. الانم ببینم اومدیم از اینجا بیرون، ما رو دعوا میکنه. خب بچه ها کی میدونه خانم معلم کجا رفته؟ چیزی نیست بچه ها، چیزی نیست.
بچه کی میدونه خانم معلم کجا رفت؟ من کجا رفت؟ من نمیدونم، ولی خانم معلم ما رو گذاشت تو انبوری، خودش هم رفت. شما چند وقت اینجایی؟ از دیروز که تاریک بود. حاجی نگران نباش، به خاطر بچه ها جای دوری نرفته، میگردیم پیداش میکنیم. قاسم سید شما پیش بچه ها باشی، من و مالک یه چرخ این دورو برو میزنیم. بریم مالک. بهتر از همینجا داشتیم مرکزی من بیرم. نگران نباش حاجی، شلو مرزی خانو زنده پیدا میکنی، اینطور نباش. من نگران شهادت مرزی نیستم، اینا همش برابر مرزی هم. چیزی که نگرانم میکنه اینه که به دلت بد نیا راجی، به دلت بد نیا. اسم شما چیه دخترم؟ ریحان. ریحان. شما؟ محبوبه. اسم عروسکت چی؟ ترنم خانوم. ترنم. آقا بسر شما چی؟ ایلیا. ایلیا. دختر خانم شما چی؟ پسره. تو پسری؟ باریکلا مهات انقدر زیاده متوجه نشدم. اسم چی؟ آقا مرتضی. آقا مرتضی باریکلا. شما خانم؟ عاطفه. منم یه کوچولو دارم، نگاه کنی؟ دختره. این که پسره. نه دختره، بزرگ میشه موهاش بلند میشه اون موقع دختر میشه. اگه گفتین اسمش چیه؟ مریم. زینب. فاطمه. فاطمه. آفرین. کی بود گفت فاطمه؟ کیا آب میخورن کیا سیب؟ من. کیا هرداشو؟ من هرداش. سید بده به شما چه بخور.
مالکم مالکم مالک مالک Thank you.
یه لحظه که غافل شد سرنیزه تفنگشو برداشتم. یه نفر رو کشتم. آروم باش دیگه دخترم، نگران نباش، من پیشتم. خوب نیست شاگردت با این حال روز ببیننت. حالش خوبه؟ آره خوبه، خوبه. تو رو ببینن بهترم میشه. وقتی تو دستای اون نامرگی رو افتاده بودم یه میلیون بار صدات زدم. منم قدی که یه میلیون بار صدات رو شنیدم. تا حالا دوبار پیدام کردی؟ یه بار بچگی که گم شده بودم، یه بارم حالا که گیر افتادم. بابا خیلی دوست دارم. منم دوست دارم بابا جان. چه بلای سرم اومد. ماجد. نعم سيدي. ترحون منا لآخر شارع، تدورونا نقطة نقطة، تدورون على عبود، لو ما تلقونه ما تجونها. يلا سرعوا. أمرك سيدي. يلا عافية. ساعة. عبود. عبود. وينك عبود؟ عبود. ولك وين وليت؟ هيا الحمار. علوان عين منك. نعم سيدي. انت أبو زين.
هم سیدی. من میترسم. نترس محبوبه، هیچی نیست، نترس. چشاتو ببند، چشاتو ببند. تو نگفتم چشاتو باز نکن. آفرین. چشاتو ببند، چشاتو ببند. علوان، هذا عبود عند لهيه شيطان. هذا شو نريد يسوي يا سيدي؟ ايه سوالف سوالف. بس انا اذا شبتني الحلوه لبنيه ولا خلت عقل بيا، شبتني حلوه لب مو بس تراقصون عين وشويون. انا غنيت وما عليكم بيا، انا غني روحي حبيبي ولا خلت عقل. شفتوا سوينا بيهم؟ دمرناهم الدمر. فكرت شنو؟ جاوبني عبود. عبود وينك؟ عبود 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 جاوبني. وينك عبود؟ وين راحت عبود؟ عبود وينك؟ وينك عبود؟ عبود هاي البنية عدلة، شو نسوي بيها؟ اقتلها.
بابا جان آروم باش، آروم باش، گریه نکنی دیگه بچه ها، مرضیه بابا، این بچه رو بخوابونی زده، بچه رو بده بابا، خیلی خوب، اینو بخواب، یه چیزی بکش روش، اینقدر بیتابی نکن، باری کنم، سید! حاجی، تموم شد. آفرین بابا، بریم پیش خانم معلم. بریم پیش خانم معلم. چی شده؟ اینم می‌سوزه. قاسم جون آجی او عکس صدام بیار پایین، جنازه‌ام جمع کنیم. چاچو جی